بینندگانی عزیز تلویزیون سیاهی و هنرهای مردمی، عین حال ما قرار داریم در فستیوال جمهوریوی یخموس، دوغوب، شربت میوه و آبهای تشنگی شکن که با یک شکوه و شامت خاصه در باغ فرهنگی فراغتی کروش کبیر برگزار گردیده ایستاده است. یادرس میشویم که فستیوال جمهوریوی مذکور شروع از سال 2019 همساله با پیشنهاد نمودن محصولات وطنی به ساکنان و مهمانان و سیاحان مملکت برگزار میگردد. عین حال ما گروه ایجادی از نمودیم تا برنامه نوبتی را از رفت برگزاری این فستیوال جمهوریوی منظور شما نماییم. ما را همراه باشید. طبق جدول برگزاری فستیوال نمایش اید آزمون‌های انعنه و هنرهای مردمی و جشن سالگردها در جمهوری تاجیکستان برای سال 2023 شنبه یکم ماه ایول در تاجیکستان فستیوال یخموس، دوغوب، شربت میوه و آبهای تشنگی شکن اینچنین آزمون قنادی و حلواپزی با اشتراک نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وزارت و اداره‌ها و کارخانه‌های استحصال کننده محصولات خوراکبری مملکت دایر گردید. ما امروز از ناحیه رش در این آزمون فستیوال اشتراک کرده استودیم و بسیار خوشحال هستیم که محصول دستان کدبانوهای ناحیه رش رو در اینجا معرفی میکنیم و بخشیده به 26مین سالگرد وحدت ملی در ناحیه ما آزمون گذروندیم که در اون کدبانوهای بهترین در اونجا شرکت ورزیدند و از آن جمله بهترین کدبانوی بود که امروز در این فستیوال اشتراک کرده استوده است و محصول دستان اون در اینجا گذاشته شده است. فستیوال مذکور با ابتکار وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوی جمهوری تاجیکستان در یکجایگی با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه برگزار گردیده. مقصد از آن دستگیری نمودن کارخانه‌های استحصال کننده وطنی، ترغیب محصولات آنها و معرفی مکان‌های سیاحی پایتخت مملکت شهر دوشنبه به شمار می‌رود. باید گفت که در فستیوال استحصال کنندگان یخموس، دوغوب، شربت میوه و آبهای تشنگی شکن از ولایت‌های سغد و ختلان، ناحیه‌های تابع مرکز و شهر دوشنبه محصولات خود را به نمایش گذاشتند. فستیوال یخموس، دوغوب، شربت میوه و آبهای تشنگی شکن زیر سرود و ترانه‌های وطن دوستانه و صاحب استقلالی دایر گردیده. ده‌ها نمود یخموس، دوغوب و طرز آماده‌کنی آن آبهای تشنگی شکن و شربت طبیعی به نمایش گذاشته شدند که ساکنان و مهمانان پایتخت از آنها دیدن نمودند. مهمانان و ساکنان در فستیوال امکانیت پیدا کردند که با کارخانه‌های استحصال کننده یخموس‌های دوست داشته خود از نزدیک شناس شده آن را استعمال کنند. شرکت ایمودوسی الشیرانی که زیاده 700 سال می شود که محصولات خودش را پیشکش میکنه، هم در مملکت جمهوری تاجیکستان زیاده مملکت های خارجی بین آسیای مرکزی پیشنهاد میکند. باید گفت که یخموس رمز خوشبختی کودکی است. این شیرینی یخبسته همیشه برای کودکان و بسیاری کلانسالان یکی از انواعهای لذیذ و دوست داشته بود و خواهد ماند. تاریخ اختراع این شیرینی مشهور از دوره‌های تمدن قدیمترین آسیا، چین و ماوراءالنهر سرچشمه می‌گیرد. تا امروز نمودهای گوناگون این شیرینی یخبسته نوابسته از فصل سال پیشکش دوستداران آن گردانده می‌شود. استحصالگران یخموس نیز منتظم در جستجو بوده این انواع دوست داشته را با شکل طعم گوناگون و استفاده میوه ها پیشنهاد می نمایند. در برابر لذیذ بودن آن اینچنین به سلامتی شخص فایده آور به شمار می رود. مهمانان و اشتراکچیان فستیوال با نمایش محصولات از جمله یخموس، دوغوب، شربت میوه های گوناگون که در درآمدگاه مؤسسه دولتی باغ فرهنگی و فراغتی کروش کبیر به معرض تماشا گذاشته شده بود، شناس شده بهترین انواع را معین نمودند. مخصوصا به مهمانان گوشه شربت میوه پسند آمد. باعث تاکید است که ذخیره محصولات کشاورزی را برای گذراندن دوره زمستان زنان و بانوان با طرز و نمودهای گوناگون انجام می دهند. اگر چند نامگوی محصولات را برای راه خشکان
کندن و یا در شرایط سردخانه به طور تر و تازه ذخیره نمایند، اصول دیگری معمول این کنسرو کنانی اینچنین آماده نمودن افشوره و شربت و خوریش و مربا می باشد. در موسم حاصل غنداری سبزیجات و میوه‌گی ها به مقدار ضروری کنسرو نموده در فصل زمستان از آن اهل آیله استفاده می برند. امروز ما در فستیوالی اشتراک میکنیم که در آن محصولات یعنی ملی ما حوله‌های گوناگون پیشکش خلق میگردد. ما شربت‌های تیار کردیم که یعنی برای ذخیره برای زمستان و در هوای منعی خیلی گرم ما از آب‌های مینرالی استفاده نمیبریم و از آب‌های یعنی از شربت‌هایی که از میوه‌جات تیار کرده شده است که این هم ویتامین زیاد دارد، هم تشنه شکن است. در رسمی کشوده شوی فستیوال اظهار گردید که فستیوال مذکور با مقصد بلند برداشتن اقتدار استحصالی در پایتخت و بهتر نمودن صفت استحصالات وطنی گذرانده می شود. بعد از سنجش و از نظر گذرانی غالبان فستیوال مذکور معین کرده شده، در فضای تنتنوی به غالبان و اشتراکچیان فعال از جانب نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه دیپلم و سپاسنامه و تحفه های خاطروی سپرده شد. باعث افتخار است که امروز تمام هنرمندان شهر دوشنبه در اینجا جمع آمدند و هر یکی هنرمندان توانستند که هنر دستی خیش رو به شهروندان و همه حاضرین به مرز تماشا گذاشتند. مقصد اساسی چورابینی از آن عبارت است که در اینجا از چهار ناحیه شهر دوشنبه هنرمندان جمع آمدند و ما میخواییم یک چیزی از آنها آموزیم و اون هنری که ما داریم با آنها توصیه دهیم. چه خیلی که شما در اینجا شایده نمودید، تمام اون محصولات هایی که در اینجا ما پیشکش مردم گردوندیم، اینا همه از استحصالات وطنی میبوشد. اینو در فستیوال جمهوری هاوی محصولات های خیلی از یاده 20-25 نمود محصولات های شیری قنادی پیشنهاد کردیم. بسیاری سپاس میکنیم با نمایندگان حکومت شهر دوشنبه که محصولات و نمایش های ما را قدردانی کرده. در حقیقت موردی ذکر است که برگزاری چنین فستیوال های جمهوریوی که در آنها محصولات وطنی به معرض تماشای ساکنان و مهمانان و سیاحان گذاشته می شود، برای از نزدیک آشنایی پیدا کردن با کارخانه های صنعتی مملکت و محصولات آنها، تبادل تجربه میان خود کارخانه ها و معرفی محصولات وطنی، اینچنین جلب سرمایه گذاران وطنی و خارجی به امکانات های موجوده ساحه باعث می گردد. از طرف دیگر این امکان فراهم می آورد که موضع های سیاحی پایتختمون شهر دوشنبه نیز معرفی گردند.